پپرتوس، شهری مرزی بین اسپانیا و فرانسه. صف‌های طولانی جلوی سیگار و مشروب فروشی‌ها. فرانسوی‌هایی که از باز شدن مرزهای اسپانیا استفاده کردند تا اقلام مصرفی خودشون رو خریداری کنند. به خصوص دخانیات که به خاطر مالیات کمتر در آن سوی مرز ارزان‌تره. لوئیس ماچو صاحب مغازه در این شهر مرزی. همه چیز داره به حالت عادی برمیگرده. مردم به حرکت در اومدن و این برای مغازه ها، اقتصاد و همه چیز عالیه. در حال حاضر مرزهای اسپانیا که در اثر شیوع کرونا بسته بود به روی شهروندان اتحادیه اروپا باز شده. البته به جز انگلستان که دیگه الان خارج از این اتحادیه به حساب میاد و همچنین همسایه غربی اسپانیا یعنی پرتغال. این بازگشایی‌ها در جهت تقویت گردشگری صورت گرفته و اقتصاد ماتادورها که بخش قابل توجهیش به همین صنعت بستگی داره. ماشین‌هایی که در مرز دو کشور در حال عبور و مرور هستند و از قوانین جدید بازگشایی مرزها استفاده می‌کنند. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا از مردم کشورش به خاطر تحمل یکی از سخت‌ترین شرایط این کشور در تاریخ تشکر و قدردانی کرده، اما در این حال هشدار داده شهروندان باید هوشیار باشند، چرا که کرونا در کمینه و هنوز خطر موج دوم وجود داره. اسپانیا یکی از بزرگترین قربانیان کرونا بود. این کشور با 293,000 مورد ابتلا و بیش از 28,000 جان باخته روزگار آرومتری رو نسبت به اوایل همه‌گیری می‌گذرونه و با قدم‌های آهسته به سوی زندگی عادی پیش میره. سیاوش فلاح، اتاق خبر.